پارلمان یونان هفته گذشته طرح پرداخت پاداش کریسمس به بازنشستگان نیازمند را تصویب کرد. شماره این افراد به رقم 1,600,000 نفر میرسد. بودجه معادل 617 میلیون یورو برای این منظور اختصاص داده شده است. این شهروند میگوید این پاداش به بازنشسته ها کمک میکند تا خرید کریسمس خود را انجام دهند و به آنها این امکان را میدهد تا برای نوه های خود هدیه تهیه کنند. در هر صورت هر چیزی که از دولت به ما بدهند بهتر از هیچ است. دولت حقوق بازنشستگی مرا نصف کرده، اکنون میخواهد به ما پاداش بدهد. ما را مسخره کرده. چه کار میتوانیم بکنیم؟ پاداش را بگیریم و این آخری خواهد بود. وزیران دارایی حوزه پولی یورو موسوم به یورو گروپ از اجرای این طرح استقبال نکردند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان از آنها تقاضا می کند شرایط را بهتر درک کنند. پیامی را که امشب تمایل دارم به شرکایمان ارسال کنم این است که با یکدیگر به یک درک و تفاهم باید برسیم. اما در این حال تقاضایی مطرح نکنید که به خوبی می دانید در یک اقتصاد آسیب دیده که توسط خود شما به وجود آمده قابلیت اجرا ندارند. مازاد بودجه یونان بالاتر از اهداف از پیش تعیین شده برای این کشور توسط بستانکاران بوده است. بنابراین آتن از این محل پاداش بازنشستگان خود را می‌پردازد.